یه روز دفتر ما یه نفر اومد گفتش که آقا میخوام یه رازی رو با شما در میان بگذارم، مثلا بفرمایید. من گفت من شعیب ابن صالح هم. بعد خب بعضی رو دیگه الان وقت ندارم دیگه، حالا حوصله ندارم، میگه من فلانی هم. میگم چی میزنی؟ بگو سریع بگو که من بدونم از چه جنسیه. خب بعضی آقای گلن یعنی دیگه خیلی دیگه. آقا یکیشون بود خدا شاهد دارم چند وقت پیش اومد، گفتم چی میزنی؟ گفت گفتش که آره گل میکشم اینا. خیلی هم قشنگ گفت. گفتم خب این مصرف بذار که اینا حل میشه این ماجرا انشاءالله. بعد حالا نکتهش اون که اومد گفتش که آره من شاید مثالم. بعد گفتم من شروع کردم این بحث منطقی کردم، گفتم تو نیستی. گفت نمیشه اینجوری نباشه. نه نمیشه دیگه چیکار شد. خب بعد اون آدم نظامی و خلاصه این حرفا رو دیگه گرفت و تو دل بس. بعد گفتش که بریش گفت ببین من همه اینا نزدیک ظهوریم، همه این آدم ها رو هم شناسایی کردم. گفتم خب. گفت تو خودت هم نفس زکیه. به من گفت برگشت گفتم ای اونی که قرار کشته بشه من، اونی که میخواد بمونه با مام زمان چای قرار پهلو بخوره تو، حالا که اینجوری من شاید ببینه سال تو نفس زکیه. خب گفتم پاشو جمع کن خودتو ببین. اصلا قانع شد که شاید ببینه سال نیست. آخر خیلی منطقی پذیرفت و اینا، ما هم دست دادیم و روبوسی کردیم و آی شعیب رفت از دفتر ما. خب یک بار دیگه هم یک نفر اومد گفت من امام زمانم، اثبات کردم. یک ساعتم دو ساعت وقت گذاشت، همین مشهدم بود، ما تو تهران با هم بحث کردیم، پذیرفت امام زمان نیستش. اینا قشنگ منطقی بلند شد رفت. من همیشه باش طرف بحث میکنم، میگه خب چرا امام زمانی؟ روایت اینو میگن از کجا معلومه؟ یه معجزه انجام بده. فندقتومی گفتم وردی بیا گنجو بده فندقتوم روشنگو بگیم زیر دست میگن ائمه نمیسوزن. بیا جلو ببینم. خب گذاشتم گفتم ببین اینه. بعد تازه میخواستم جلو شغال و سگ درنده اون چیزا بندازم بعد چون گوشتتون حرامه بر اینا. خب